30 سال پیش در چنین روزی سفارت آمریکا در تهران تصرف شد. 444 روزی که در 4 نوامبر 1979 آغاز گردید به طرز عمیقی بر زندگی آمریکاییان شجاعی که به طرز غیر عادلانه‌ای به گروگان گرفته شدند تأثیر گذاشت و ما نسبت به این آمریکاییان و خانواده‌های آنها به خاطر خدمت و فداکاری خارق‌العاده‌شان احساس حق‌شناسی می‌کنیم. این رویداد سبب شد که ایالات متحده و ایران بر روی یک مسیر پایدار بدگمانی، بی‌اعتمادی و مقابله‌جویی قرار گیرد. من این نکته را روشن ساختم که ایالات متحده میل دارد از این گذشته فراتر رود و بر اساس منافع و احترام متقابل خواستار برقراری روابط با جمهوری اسلامی ایران است. ما در امور داخلی ایران مداخله نمی‌کنیم. ما حملات تروریستی را علیه ایران محکوم ساخته‌ایم. ما حق بین المللی ایران را به استفاده مسالمت‌آمیز از نیروی هسته‌ای به رسمیت شناخته ایم. ما آمادگی خود را به برداشتن گام‌هایی در جهت اعتمادسازی همراه با دیگران در جامعه بین المللی به معرض نمایش گذاشته ایم. ما پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای برآوردن تقاضای ایران در جهت کمک به رفع نیازهای پزشکی مردمان کشور پذیرفته ایم. ما به صراحت اعلام داشته ایم که اگر ایران مانند هر کشور دیگری به الزامات بین‌المللی خود عمل کند، راه به سوی مناسبات موفقیت‌آمیزتر و ثمر بخشتری با جامعه بین‌المللی به رویش باز است. ایران باید انتخاب کند. ما طی مدت 30 سال آنچه را که دولت ایران با آن مخالف است شنیده ایم. پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که دولت ایران با چگونه آینده ای موافق است؟ مردم آمریکا برای مردم ایران و تاریخ غنی آنها احترام بسیاری قائلند. جهانیان همچنان شاهد فریادهای عدالت‌خواهی و پیگیری شجاعانه آنها برای دستیابی به حقوق جهانی خود هستند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت ایران تصمیم بگیرد آیا قصد دارد بر گذشته تمرکز کند یا به انتخابی دست خواهد زد که درهای فرصت، رفاه و عدالت بزرگتری را بر روی مردمش خواهد گشود. خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.